نام یاد خدا شروع میکنیم. روز چندم؟ ششم فکر کنم. درسته؟ روز ششمی هستم که در خدمت شما این روز پنجم. خب در مورد فانکشن ها صحبت میکردیم. بعضی از توابع توابع بازگشتی هم. بعضی از توابع توابع چی هم؟ بازگشتی. توابع بازگشتی به توابع میگیم که خودش رو فراخونی میکنه و شرط توقف داره. از توابع بازگشتی به توابع میگیم که خودش رو فراخونی میکنه و چیه؟ و شرط توقف داره. فاکتوریال یادتون هست؟ فاکتوریال یا نه؟ فاکتوریال چی بود؟ مثلا 5 فاکتوریال چی بودش؟ یادتون هست؟ بله احسان. 5 ضرب در 4 ضرب در 2 ضرب در 1. حالا مثلا 4 فاکتوریال رو بخوایم حساب بکنیم چی میشه؟ 4 میشه این. درسته؟ حالا این یه تیکه رو میتونید بالا پیدا بکنید. کجا میشه؟ هایی بخوام بنویسیم پس این فاکتوریل چی میشه؟ این من هر یک فاکتوریل. اوکی تا اینجا. حالا من به جه فاکتوریل مثلا بنویسم اف این. چی میویسم؟ اف این میشه این ضرب داره چی؟ اف این من هی میگم دفه اف این مساویه مثلا یک. میگم چی رو ریتم بکن؟ این ضرب داره اف این من هی. اوکی میبینیسم ایف نیم مساویه چی؟ می. درسته تا اینجا؟ خب اینه الان اجرا بکنم چی میشه؟ if name مساویه می. میگم بیا پرینت بکن مثلا چی رو؟ f5 رو به هم بده. میگم بیا f5 رو به هم بده. میگم اف چی؟ چی نوشت؟ نوشت ماکسیموم ریکرژن دیپ اکسیدد. یعنی چی؟ یعنی من دنبال چی بودم؟ اف پنج. پنج به جای چی میره میشینه؟ پنج به جای این میره میشینه. اینمون چی میشه؟ اینمون چی میشه؟ ببینید اف پنج دیگه. اف پنج چی میشه؟ میگه چی رو برگردون؟ پنج ضرب داره اف چی؟ چهار. حالا اف چهار رو میخوام ببینیم چی میشه. اف چهار میشه چهار ضرب داره اف سه. اف سه چی میشه طبق فرمول؟ سه ضرب داره اف دو. اف دو چی میشه؟ دو ضرب داره اف یک. اف یک چی میشه؟ یک ضرب داره اف صفر. اف صفر چی میشه؟ صفر ضرب داره اف چی؟ یه همینجوری الالعود میره جلو. هیچ وقت متوقف چیه؟ هیچ وقت متوقف نمیشه. خب راه حلمون چیه؟ راه حلمون چی هستش؟ آه؟ بله
میام میگم اگر n مساوی 0 شد ریتن بکن چی رو؟ 1. تو طرف فاکتوریل داریم 0 فاکتوریل چی میشه؟ میشه 1. پس f 0 دیگه این نمیشه. f همینجوری میاد جلو تا f 0 تبدیل میشه به چی؟ به 1. حالا f 1 چیه؟ 1 ضرب در چی؟ 1 میشه 1. f 2 چی میشه؟ 2 ضرب در 1 2. f 3 چی میشه؟ 3 ضرب در 2 6. f 4 چی میشه؟ 4 ضرب در f 3 چند شده؟ 6. میشه چند؟ 24. f 5 چی میشه؟ 5 ضرب در 24 120. چند داد به این؟ 120. به این مفهوم میگیم ریکرسیو. به این مفهوم میگیم چی؟ ریکرسیو یا بازگشتی، توابع بازگشتی یا ریکرسیو. اوکی، متوجه شدین چه اتفاقی افتاد یا نه؟ ایلیا متوجه شدی؟ یه بار توضیح ببینیم چی فهمید. من نمیتونی بگی. خب این دوستمون چی بود اسمش؟ بقل لازم چی بود؟ سهرابی صدا میزنه. نگاه کنی مثلا ببین فیلم های پولیسی دیدین یا نه؟ فیلم پولیسی مثلا میاد مثلا یه قتل اتفاق افتاده، میاد بیمید مثلا یه دونه چوب کبریت اونجاست، درسته؟ بعد میره چوب کبریت رو مثلا میری ببینه مثلا کجا اون کبریت رو فروختن، اون سیگاره چی بوده، کبریت بوده، سیگار بوده، بعد کی خریده. همینجوری هر کدومی که میری یه داستان به وجود میاد، فیلم های پولیسی. بعد این داستان همجوری هی زیاد میشه، وقتی میرسه به انتها که الان مثلا قاتل و اینا چیزه هستش، دوره برمیگردون داستانه هم که ساختارم همه رو هم چکار میکنه؟ تموم میکنه. اینجوری سه یه دفعه مثل فیلم های ایرانی برون آخر ده تا داستان بذار رو هوا بمونه، دوباره بر میگرده. یعنی اف صفر رو کی فراخونی کرده بود؟ اف یک. اف یک رو کی فراخونی کرده بود؟ اف دو، درسته؟ بر میگرده. وقتی مثلا من میگم اف دو میشه دو ضرب در اف یک، ببینید هنوز اف دو تموم نشده، میره اف یک رو فراخونی میکنه. اف یک هست چی؟ یک ضرب در اف صفر، میره اف صفر رو فراخونی میکنه. خب اوکیه؟ خب الان یه تابع می نویسم، شما برم بگید ببینم این تابع چه تابعیه. دف پی ان و ام من میگم آو if b مساوی 0 شد return 1، else return a ضرب در p a منهای 1 و a و b منهای 1. چیه؟ کیو تو یه چطور بگی؟ بهزاد گفت
توانه. چرا توانه؟ یه بار اجرا بکنم. میگم پیه 3 و 4. میگم پیه 3 و 4. خانم اسداللهی دو جلسه نبودی بزنیم در چه وضعیت نیست؟ وضعیت غیر نیست، وضعیت امامزاده داوود. از امروز این وضعیت بزنیم. وضعیت چی؟ دیدی فیلمشو؟ فیلمشو نهیدی؟ صبح ساعت 8 بچه ها فرستادم کوکوپار هم ریخته، یعنی اسمی نمیدیدم. نه این یه پدیده قاره‌ایه. موسن یه چنچنی اسمی داره. من خودم سرده نمیاد این چیزا. خب نه ببینید پیه 3 و 4. 3 میاد جای چی میشینه؟ خام اسدالله بگو جای A میشه. ببینید نیاکا این پیه، این تابع پیه درسته، این هم تابع پیه. 3 جای چی میشینه؟ A میشینه. 4 جای چی میشینه؟ B میشینه. حالا با من بخون. 4 مساوی 0 هست یا نه؟ 4 مساوی 0 نه. پس شد پی 3 و 4. شد پی 3 و 4. الان 4 مساوی 0 نیست. میگه چی رو برای من حساب بکن؟ 3 ضرب داره پی چی؟ A 3 بود یه درسته؟ B 4 بود. 4 منهای چند میشه؟ خب پس میشه 3 ضرب داره پی 3 و 3. الان شما میدونید پی 3 و 3 چنده؟ میدونید یا نه؟ شما نمیدونید، ما هم نمیدونید. میگیم پی 3 و 3 چی میشه؟ طب دو پی ببینید خودشه. پی چیه؟ خودشه. به جای آ میذاره 3، به جای بی میذاره 3. چی میشه؟ میشه 3 ضرب داره پی 3 و 2. چرا 2 شد؟ یه دونه کم شد. حالا پی 3 و 2 چی میشه؟ 3 ضرب داره پی 3 و 1. حالا پی 3 و 1 چی میشه؟ بگو. پی 3 و 0. حالا پی 3 و 0 چی میشه؟ نه، اگر این 0 باشه چی میشه؟ 1. ببینید هنوز نه پی 3 و 4 معلوم شده، نه 3 و 3 معلوم شده، نه 3 و 2، نه 3 و 1. حالا پی 3 و 1، 3 و 0 معلوم شد. این تموم میشه، میاد به اونی که اینو فراخونی کرده. کی اینو فراخونی کرده؟ پی 3 و 1. جایگذاری میکنم. چی میشه اینجا؟ میشه 3 ضرب داره 3 ضرب داره 1 میشه چند؟ 3. پی 3 و 2 چی میشه؟ میشه 3 ضرب داره 3 میشه 9. پی 3 و 3 چی میشه؟ پی ضرب داره 3 و 2. 3 و 2 چند بوده؟ 9 میشه 27. این چی میشه؟ میشه 3 ضرب داره 80. اوکی یا نوکه شد 82.
شد تابع ا تابع پی. فیبوناچی یادتون هست یا نه؟ فیبوناچی گفته بوده؟ گفته بوده؟ نه گفته؟ والا میگه دو تا عدد اول فیبوناچی یک و یکه. دو تا عدد اول فیبوناچی چیه؟ یک و یکه. هر جمله فیبوناچی جمع دو تا جمله قبلیشه به غیر دو جمله اول. هر جمله فیبوناچی جمع دو تا جمله قبلیشه. یک و یک چند میشه؟ دو و یک، سه و دو، پنج و سه، هشت و پنج، سیزده. درسته؟ میخوام اینو به روش بازگشتی بنویسم. اول اینو بنویسید ببینم فیبوناچی میتونیم به روش بازگشتی بنویسیم یا نه. خب اینجا رو ببینیم بچه ها، گفتم فیبوناچی میخوام بنویسم. دف فیب این. درسته؟ شرط توقفش چیه؟ دو تا جمله اول چیه؟ یکه. میگم اگر n مساوی یک شد یا n مساوی چی شد؟ دو شد ریتن یک. و یعنی چی ریتن بکن؟ آها فی به n منهای دو بلاوه فی به چی؟ n منهای یک. مثلا میام میگم فی به پنج رو به n بده، فیبه مثلا ده رو به هم بده. چند شو؟ مثلا پنجا پنج. حالا بیام یک کاری بکنم به این موقع فور آی این رنج دیویست از چند شروع کن؟ از یک. بیا چی رو بده؟ یه آی رو چاپ بکن، یه چی رو چاپ بکن؟ فیب آی رو. یه آی رو چاپ بکن، یه فیب آی رو چاپ بکن. ببین چی میشه. اولی ها رو خیلی سریع داد، مثلا جمله اول رو مثلا جمله هفت سیزده، جمله هشت چنده؟ یه مثلا بیست سی و سی و چهار میشه پنجا و پن. سی و چهار و پنجا و پن میشه چند؟ 89. این الان جمله 36 شه، ولی هرچی جلوتر میره چی میشه؟ 36 هم حساب کرد، ولی الان 37 همونی که حساب میکنه یه مقدار کند میشه. درسته؟ چرا کند میشه؟ کی میتونه توضیح بده؟ نه من اینو با لیستم الان براتون مینویسم. این اشغال میکنه، نه یه بیشتر. ببینید داستان میدونید چیه؟ داستان مثلا من میخوام چه حساب بکنم؟ میخوام اف 5 رو محاسبه کنم. اف چند؟ اف 5. اف 5 میشه دیگه اف می نویسم، فیب ننوشم، میشه اف 4 به علاوه چند؟ اف 3. یعنی دوتا رو با هم میگیره، با هم چیکار میکنه؟ جمع میکنه. درست یا نه؟ قبول دارین تا اینجا رو؟ میشه اف 5 به علاوه اف 4. اف 4 چی میشه؟ میشه اف 3 به علاوه اف چند؟ 2. دوباره اف 3. اف 3 چی میشه؟ میشه اف 2 به علاوه اف چند؟ اف 1. طبق فرمولی که داریم
اگر n یک باشه یا دو باشه چی میشه؟ f دو و f یک جوابشون چی میشه؟ طبق فرمولمون میشه چی؟ این میشه یک، این هم میشه یک. یک به علاوه یک چی میشه؟ f سه چند میشه؟ دو. f دو طبق فرمولمون میشه یک، دو به علاوه یک میشه چند؟ میشه سه. حالا f سه چی میشه؟ میشه f دو به علاوه f یک. خب f دو میشه یک، f دو میشه یک، f یک هم میشه یک، یک به علاوه یک دو، دو به علاوه سه چند میشه؟ میشه پنج. خب این شد f پنج. من میخواستم f شیش رو حساب بکنم چیکار باید میکردم؟ خواستم f شیش رو حساب بکنم، میگم f f چی؟ 6 میشه f5 به علاوه f4، میشه f5 به علاوه f، f5 قبلا حساب کردم میشه 5 میشه. f4 چی میشه؟ f4 رو قبلا محاسبه کردیم ولی جای توی کامپیوتر ذخیره شده یا نشده؟ نشده. رو همین حساب F4 میاد چی میشه؟ دوباره محاسبه میشه. احسن، از اول حساب میشه. یعنی F4 دوباره میشه 3. با اینکه یه بار محاسبه شده بود. حالا 3 بله 5 هم میشه؟ میشه 8. حالا این شد F6، F7 چی میشه؟ بگی F7 چی میشه؟ میشه F7 میشه F6 به علاوه F. خب تو لیست، خب همون دیگه، اینو میخوام بگم. بله اصلا رسیدیم به همونجا. F6 بله F5، یعنی F5 چیه؟ ببینید F5 کل اینه، میاد چکار میکنه؟ کل این رو محاسبه میکنه، جای نگهداری نمیکنه. حالا F6 8، 8 و 5 میشه چند؟ 8 و 5 میشه 3. این F7. وقتی من میگم F8، F9، F10، F11، این درخته همینجوری چی میشه؟ هی رشد میکنه. الان بیایم اینجا ببینیم مثلا چند رو محاسبه کرده؟ 42. وقتی 43 رو میخواد حساب بکنه، کل 42 رو یه بار حساب میکنه، بعد دوباره کل 41 رو یه بار حساب میکنه، جای نگهداری نمیکنه. اگه جای نگهداری میکنه میشه داینامیک پروگرامینگ. ای جای نگه داری میکرد میشد چی؟ داینامیک. ولی توی ریکرسیو که با این متد دیواید اند کانکر میره جلو، این عمل عموما چیه؟ ناکار آمد هستش. الان F42 رو حساب کرد. حالا ما بریم توی لیست نگه داریم، موافقی؟ یعنی همین فیبونانچی که میخوام بنویسم چجوری بنویسیمش؟ خب یه لیست تهیه میکنم. چی میگم؟ مثلا میگم آقا LS مساوی چی؟ یک و یک. اولین عنصرم میگم صفر. بعدش چی میگم؟ چی میگم؟ میگم فور. آی این رنج اچان شروع کن. این صفره، یکه، دوه. از سه تا n به علاوه یک، از سه تا n به علاوه یک بیا چی بنویس؟ خب
اسمینو میذارم فیبو، میگم چیکار بکن؟ الس به علاوه مساویه سام الس منهای دو دو نقطه. بهم بگه دونم منهای دو دو نقطه یعنی چی؟ منهای دو دو نقطه معنی چیه؟ منهای دو دو نقطه یعنی دوتای آخر. یعنی چی؟ دوتای آخر. دوتای آخر چکار بکن محمد حسین؟ دوتای آخر چکار بکن محمد حسین؟ جمع بکن، درسته؟ بعد کروشه گذاشتم این برم برش، یه عنصر لیست نظر بگی، اسد اوله به کجا اضافه بکن؟ به کجا؟ انتها. احسن خواستی بگی به انتهای چه اضافه بکن؟ به انتهای لیست اضافه بکن، درسته؟ یعنی همینجوری هی میره جلو، دوتای آخر رو جمع میکنه به انتها اضافه میکنه، دوتای آخر رو جمع میکنه به انتها اضافه میکنه. حالا همین بود، این به جای این فیب مینویسی فیبو. اون یاد تا 42 رو با بدبختی رفت و جلو. خب حالا فیبو رو ببینید تا 200 اینجوری زایه میشه. چیکار میکنیم؟ بگیم چی ریتم بکن؟ فیبو چی؟ بگیم انام جمله رو بده. ببخشید الیسی انام درست یا نه؟ خیلی سریع حساب کرد. عددش چیه بوده؟ بزرگه، درسته؟ نه کوچولو همچین عدد وحشت نکه. شبیه اختلاس هم یه رد کرد. فکر میکنید این اگه من بخوام مثلا کیلومتر باشه، مثلا من بگم این متره، مثلا یه مقدار پیچیده ترش بکنیم، بگیم این متره، موافقی؟ این عدد میتونه مثلا فاصله بین دو تا ستاره باشه یا نه؟ بنظر از فاصله بین دو تا ستاره بزرگتره یا کوچکتره؟ به چی بگیم؟ به کیلومتر بگیم؟ متر بگیم؟ چی بگیم؟ سانتی متر بگیم؟ ببینم به کیلومتر بگیم به فاصله دو تا ستاره میرسه؟ بزرگتره یا کوچکتره؟ ها؟ یعنی عدد از فاصله دو تا ستاره کوچکتره. موافقی؟ یه هایپوتزیس دادی ها، به مباحث علمی اینجوریه. یه هایپوتزیس مطرح میکنم. الان هایپوتزی مطرح کردم یا فرضیه که گفتم یاد بگیم. میگم فرضیه. من میگم که این عدد از فاصله بین دو تا ستاره خیلی بزرگتره. شما میگی نه، این دو تا این عدد از فاصله بین دو تا ستاره چیه؟ خیلی کوچکتره. درسته؟ خب این عدد بزرگتر کوچکتره؟ من میگم بزرگتره. خب بریم بررسیش بکنیم. موافقه یه بررسی کوچکی داشته باشیم؟ خب میام چیکار میکنم اینجا؟ این چی اومد؟ خب این عدد میشه ایکس، ما فاصله رو میگیم دیستنس. موافقی؟ میشه فیب چی؟ اون آخرین عنصری که بودش، آخرین عنصری که اجرا کرد چی بود؟ فیبو فیبوی چند؟ فیبوی 200. فیبوی 200 حتی این اون 190 هایی بود، این 200ی. خب اینو من ور میدارم میام اینجا. چی میگم؟ میگم آقا دیستنس ما اینقدره،
دیستنسمون همون. خب به من بگید ببینم یک ثانیه نور تو ثانیه چند کیلومتر حرکت میکنه؟ 300 کیلومتر بر ثانیه. 300,000. 300,000 کیلومتر بر ثانیه. یعنی من اگه بخوام بگم، میگم که نور خب 300,000 کیلومتر بر چی؟ ثانیه. خب یعنی توی یک ثانیه نور چی میگم؟ پر سکند. درسته؟ بگیم دیستنس، دیستنس لایت چی؟ پر سکند چقدره؟ 300,000 کیلومتر بر ثانیه. 300,000 کیلومتر باشه یعنی چند متر میشه؟ یعنی میشه 300,000,000 متر بر ثانیه. درسته؟ چند سانتی متر میشه؟ دو تا صفر دیگه. اینقدر میشه. درسته؟ این میشه 300,000,000,000 سانتی متر بر ثانیه. که من سانتی متر بر میدارم، همون متر میذارم بمونه. دو تا صفرشو چیه؟ برداشتم. خب حالا من بگید ببینم یک سال نوری چند کیلومتره؟ خب ما میگیم year light، یک سال نوری. ما فهمیدیم که ثانیه نور تو یک ثانیه اینقدر حرکت میکنه، اینقدر متر حرکت میکنه. خب یک سال چند شبانه روزه؟ 365. هر روز چند ساعته؟ 24. هر ساعت چند دقیقه است؟ 60 دقیقه. هر دقیقه چند ثانیه است؟ 60 ثانیه است. پس میگم بیا پرینت بکن چی رو؟ اینو. خب این عددی که الان اینجا پرینت میکنیم عددیه که نور در یک سال طی میکنه بر حسب متره. بر حسب چیه؟ یعنی این عددیه که نور بر حسب ثانیه، بخش نور تو یک سال بر حسب متر چیه؟ طی میکنه. هر چه اصلا زیاد مهم نیست، اندازه پول پراید هم نیست. خب حالا میگم آقا این عدد ما، دیستنس ما، دیستنس تقسیم برای چی میکنه؟ تقسیم برای چی کردی؟ درسته؟ چند سال نوری شد؟ این عدد رو به چی تقسیم کردم؟ این عدد رو به چی تقسیم کردم؟ به این تقسیم. یعنی چند سال نوری میشه؟ خیلی زیاده. درسته؟ شما فکر میکنم دوتا ستاره پر پرش چقدر با هم فاصله دارن؟ پر پرش یعنی مثلا شما کل کیهان رو بگیریم کشور ایران، دوتا ما میگیم قطرش، اصطلاحا قطر ایران چقدره؟ میشه ارومیه تا مثلا سراوان، زاهدان، مثلا 2-3 هزار کیلومتر. درسته؟ خب حالا شما دو تا ستاره در نظر بگیر تو قطر کیهان باشن، یعنی یکی یه طرفه، یکی یه طرف دیگه است، پر و پرش رو میکنه چقدر فاصله داره اینا رو با هم دیگه؟ 10,000,000,000 سال نوری هم نیست، چون عمر زمین اصلا 10,000,000,000 سال نوری نیست. یعنی اگه اون موقع که کل کیهان ایجاد شده اینا با سرعت نور از هم فاصله گرفته باشن که چنین چیزی امکان پذیر نیست، ترکی داشتم بیشتر سرعت نور که نمیتونن حرکت بکنن. خب
پروپورش چقدر فاصله دارن با هم دیگه؟ 10 میلیارد سال نوری هم. چون عمر کره، عمر کیهان اینقدر، کیهان منظورم کل همه کرات و اینا هستش. منطقه این عدد دیدین چه عددیه؟ عدد خیلی وحشتناکه، درسته؟ نه این عدده، این اصلا چیز وحشتناکه اصلا. این میلیارد؟ نه بابا، اینجا میشه میلیون، این میشه میلیارد، تریلیون. همجوری سته سته خیلی زیاد میشه. خب حالا ایمان آوردیم به فیبونانچی یا نه؟ فیبونانچی میگه چی میگو؟ ببین خیلی پدیده تو طبیعت بر مبنای فیبونانچیه. یه کشیش ایتالیایی بود، میگو بر اساس زاد و ولد خرگوشه، میگو یه دوتا خرگوش داشته باشیم، اینا زاد و ولد بکنن، منابع هم داشته باشن، رشدشون با این عدده، بورس و نمیدونم خیلی چیزه طبیعی هم بر مبنای فیبونانچیه. خب مثلا بعضی درخت ها هستش توی شاخه یه برگ داره، توی شاخه بعدی یه برگ داره، توی شاخه بعدی دو تاست، توی شاخه بعدی میشه سه تا، بعدی میشه پنج تا. یعنی این عدد فیبونانچی توی طبیعت خیلی به شدت چیه؟ وجود داره. اینم از فیبونانچی.